بدون مرز. تمامی مرزها مانع می شود که عطوفت و مهربانی به آحاد بشر برسد. مرزهای اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، سیاسی و امنیتی باید برداشته شود. یک جهان است و یک انسان، یک آرمان است و یک لبخند. درود بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه بدون مرز. مریم معززاده هستم و با 18 قسمت از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما رو از رادیو بیداری میشنوین، همچنین دوستان عزیزی که به خصوص در داخل ایران برای سرعت کم اینترنت مشکل دارن میتونن از طریق رادیو پژواک دوست که به طور همزمان از صوتی و تصویری برنامه رو پخش میکنه استفاده کنن. همچنین لینک یوتیوب اتحاد تیوی در خدمت شما عزیزان قرار میگیره در شبکه‌های اجتماعی مربوط به آقای بروجه. خب دوستان، در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب می‌کنم به یک قسمت از تدریس آقای بوجهدی که در هفته گذشته انجام دادم از طریق تلفن و فایل صوتی. ایشون با وجودی که در حصر هستن اما در منزل تدریس می‌کنن و فایل صوتیشون و گاهی نوشته‌هاشون به دست علاقه‌مندان و شاگردانشون می‌رسه و خودشون امکان ارتباط با شاگردانشون رو ندارن و از این طریق ایشون محصول کردن و در حال برحال خواستم توضیح بدم برای کسایی که میپرسیدن. این قسمت رو با هم دیگه بشنویم. جواز خودکشی در چند مورد است. مواردی که غیر قابل تحمل میباشد از جوانب مادی و معنوی. کتاب نهج الفصاحه جلد 1 صفحه 216، کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحه 287، کتاب بشارت مصطفی صفحه 44، بادر بالموت 6. قبل از اینکه سه چیز به شما رو بکنه، برید خودکشی کنید. در تنها جایی که مجوز خودکشی اومده توی این دوست، در 6 چیز می شود انسان انتحار کند. امارت السفها، وقتی حکومت بی عقل باشد، سفیه باشد، مدیریت سرش نشود، و کثرت شرط و زیادی پلیس، مامورین انتظامی زیاد باشه، همه جا قروق، تو خیابون، کوچه، در مغازه، میدون. منظورشت حکومت نظامی. ول استخفاف و به دم، برای خون کسی ارزش قائل نباشه. راحت چاقو رو میزنه، شکم رو جر میده، اینه خیالش هم نی ککش هم نمیگزه. ما تو زندانی که بودیم گاه وقتا در سالن ملاقات بندهای دیگر رو هم می دیدیم. از بند الوات که می آمدن این بود کلامشون، گفتن عکس بده جنازه تحویل بگیر. یعنی ساختارشون در آدم کشی، خونم براشون خیلی
بیفایده است. و قطیعت الرحم، کسی که باهاش قطع کرده زور رحم، اونی که قطع رحم کرده فامیل نزدیک اهل خانواده و خونه است. و نشأن یتخذون القرآن مزامیر، و کسی که انشاء میکند قرآن رو با موسیقی همراهش میکند، یعنی قرآن دیگه جاذبه نداره و قاطیش کرد با آهنگ. حالا این بر قرآن خوبه یا بده؟ یقدمون الرجال لیس به افقه هم ولا به افضل هم یغنیهم غناءً، کسی را حرمت میدهند که ارزش نداره، کسی را هورا میکشند که از همه نظر اهل حیاهو نیست. شش مورد است که میگه باید فرار کنی از دستش، حتی به فرار خودت باش. بادرو بالموت، مبادرت کنید به مرگ. ستن شیشت امارت و صفه ها، سرنخ در زر و زور و تزویر دست بیعقلا باشه، نفهمن چجوری باید مردم رو جمع کنن. و کسرت شورت، زیادی شرطه ها، پلیس ها، انتظامی که زیاد شد دیگه حساس میشه، حساسیت ایجاد میشه. خونه هم میری یکی در خونه رو ایستاده. برای استخفاف و به دم، کسی که خون ریزی براش آب خوردن. و قطیعت الرحم، قطع رحم کرده. و نشن یتخذون القرآن مزامیر، قرآن رو با ساز آواز همراه میکنه. میگن چرا این کار میکنه؟ میگه خب الان دیگه کسی دنبال قرآن نمیاد که، مجبور میزنیم از اینا قاطیش کنیم. اون موقعی که دنبال قرآن میومدن چه گلی زدن سر اسلام و پیغمبر، که حالا که نمیان. یدمون من الرجل لیس به افقهم بلا به افضلهم یغنیهم غنا، کاری به بالادست هم ندارن. این مزن روز ها، این میگه اگر جو حاکم بر غیبت اینجوری شد برو خودتو بکش. منظورم از کشتن یعنی این که دوتا منو داره، یعنی این که انسان انقدر دم بهش تایی میشه که خودکشی میکنه، مثلا کسرت و شرط یا امارت و صفه ها، یا این که نه خودکشی نمیکنه اما چنان دم بهش تنگ میشه تو این حاکمیت اون است که با سوزن مثل این که بدنش رو زخم میکنن علت دوام و تقاضا میکند که یا لیتنی کن تو ترابای کاش خاک بده. خدا نگه. خب دوستان، این قسمت که خودش به اندازه کافی گویا بود و من توضیحی بهش اضافه نمی کنم، فقط خواستم یک خبری رو که در هفته گذشته خیلی دیده شد در شبکه‌های مجازی و در سطح بین المللی در تلویزیون ها خیلی واکنش های مردم رو نشون میداد در رابطه با محیط زیست و فجایع زیست محیطی که داره میشه و نگرانی عمومی که در رابطه با آینده این زمین و به اصطلاح زیستگاه بشر وجود داره رو به خوبی میشد از طریق رسانه ها دید. الان مدت هاست که داره تلاش میشه از سوی مدافعین حقوق بشر، فعالان محیط زیست، سعی میشه که در حال یک سو آگاه سازی صورت بگیره، به مردم بگن که چه بلایی داره سرمون میاد و چه اتفاقاتی داره میفته. از سوی دیگه هم با کمک همون مردم که به هر حال حقشون هست و اینجا زیستگاهشون هست،
و باید خبردار بشن که محیط بهتری رو میخوان برای زندگی، نه اینی که داره اتفاق میفته و روز به روزم نگرانی برش زیاد. بنابراین فشار میارم روی دولت ها که به کمپین بین المللی بپیوندن و یک اهمیتی بدن به این. منتها اخبار نشون میده که به اون شکل در حال توجهی که باید دولت ها به خصوص صورت بدن و داشته باشن در رابطه با حفظ محیط زیست، ولی میبینیم که نبوده. یک خبری بود که نوشته بود در فکر میکنم دویچه بله که برای نجات زمین فقط 18 ماه فرصت داریم و افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو زمین تعادل طبیعی این کره رو به هم زده و دمای اون رو خیلی بالا برده و اینه که واقعا یه هشدار جدی وجود داره. البته دمای زمین بالا رفته بود ولی مدام به دلیل اینکه رسانه ها در اختیار اون قدرتی هستش که میخواد استفاده بکنه و پول فقط میخواد و قدرت فقط میخواد، به هر حال اون فعالینی که باید تریبون داشته باشن ندارن. در بعضی کشورها مثل ایران که بازداشت میشن یا کشته میشن، در کشورهای آزاد هم که ما توقع داریم به هر حال همه بتونن صحبت بکنن، به نوع دیگه آزادی حذف میشه و اون هم این هستش که شما دستگیر نمیشی بابت حرفی که میزنی، اما تریبون نداری. تریبون دست اونی که واقعا قدرت ها باهاش خوب هستن. اینه که واقعا جدیه و خیلی ها اومدن اینو نظر داده بودن زیرش و در حال کسایی که آگاه هستن در این زمینه بسیار بدبینن به همکاری دولت ها و میگن که روز به روز بدتر میشه. سالانه ما شاهد بالا رفتن وحشتناک دمای کره زمین هستیم و هرچم گرم بشه یا یه سری کشورها رو که آب میبره یا یه سریش هم دچار خشکسالی میشه و از سر گرما مردم شروع کنن فرار کردن، ولی دولت ها اونا بدبین هستن به دولت ها و میگن دولت ها آخرش هم کاری نمی کنن، کمان که این کار رو نکردن. ما در 1990 یا حتی پیش از اون ما پروتکل مونترال رو داشتیم، الان خاطرم نیست دقیقا سال دقیقشو، ولی مگه دولت ها به اون پروتکل تعهدشون رو انجام دادن؟ شما اگر که رفته باشین به چین سر زده باشین، دیوار چین رو که یکی از جاذبه توریستی است، وقتی مردم میرفتن بالای دیوار چین به خوبی مناظر زیبای اطرافش خیلی جذاب بود، ولی الان چیز به جز دود و سیاهی دیده نمیشه. در کشور ایران که خب مردم آشنا هستن با ایر پولوشن و آلودگی هوا و هر ساله به خصوص در تهران مشکل داریم با اینورژن با آلودگی هوا، ولی در کشورهای دیگه هم که خب الان اروپا سعی کرده خودش رو تمیز نگه داره، نمیدونم هوا رو پاک نگه داره، مردم خیلی حساس هستن، دفاع میکنن و حق خودشون، ولی عوضش خب این دولت ها اومدن در کشورهایی مثل مالزی، اندونزی و کشور چین اومدن صنایع بزرگ کردن، صنایعشون رو منتقل کردن به اونجا. فکر میکنن که اگر اونجا آلوده بشه و مردم اونجا نابود بشن، مردم خودشون حفظ میشن، ولی غافل از این که ما داخل یک کشتی بزرگ زندگی میکنیم، زمین مال همه است و همه ما هستیم و هوای روی زمین سیالیه که مدام داره جریان همرفتی انجام میده و انتقال میده. اصلا در قطب شمال که هیچ صنعتی نیست، چرا باید لایه اوزون از بین رفته باشه؟ به دلیلی که اینها تمام این مواد رادیکال های آزاد و مولکول های مضر برای جو زمین در اثر جریان همرفتی منتقل میشن به قطب این زمین، به قطب شمال الان کاملا از بین رفته و قطب جنوب همینجور، و لایه اوزون رو باید کم کنن. لایه اوزون یک لایه هستش که حفاظت از کره زمین میکنه در مقابل اشعه خورشید و شعاع مضر خورشید، ولی اون انقدر از بین میره و یه اوزون هول و سوراخ بزرگی ایجاد شده و باز اون لایه اوزون که در دور زمین اتمسفر زمین هست و چند کیلومتر زمین هست، به دلیل اینکه یه سیال هست و اون هم سعی میکنه که اون سوراخ رو جبران بکنه و بره پر بکنه، شاهد این هستیم که مقدار اوزون کم و کم شده و لایه نازک شده. خب بچه اتفاقی افتاده اینه که در کل زمین ما اشعه در حال مضر خورشید رو خواهیم داشت. بنابراین ما نمیتونیم، همیشه باید اینا به گوش بخوریم و هم آدم ها هم دولت ها بدونن که نمیشه داخل یک کشتی یک قسمتی رو سوراخ کرد بگیم ما امن هستیم.
و وقتی که اتفاقی برای یک گوشین از زمین بیفته و به قول مارتین لوتر یک قسمتی عدالت حتی ضعیف بشه یا نابود بشه و قسمت های دیگر رو تهدید میکنه و نباید فکر میکنیم که ما همیشه میتونیم در ساحل امن زندگی بکنیم. شما هوای قسمت های دیگر رو آلوده میکنید، صنایع زیرزمینی کشورهای محروم مثل آفریقا و آسیا رو نابود میکنید و برای خودتون و پولدار شدن خودتون صرف میکنید. بعد پناهنده ها میان به کشور شما، بعد ایجاد مزاحمت میکنن به قول خودتون، بعد مواجه میشین با اومدن لابلای پناهنده ها، اومدن افراد تروریست و شما امنیت ندارید. یه دونه جشن با دل خوش نمیتونید بگیرید. ما شاهد هستیم که یه دونه جشن کوچیک وقتی بخوام بگیرم با نیروهای پلیس بریزن این کنترل بکنن، آخرش هم از چه اتفاقی میفته. این ناامنی که جدیدن رخ داده در کشورهای شما اروپایی ها در سر چیه؟ اینکه واقعا باید یادتون باشه که شما نمیتونید یه جا بشینید. من تایید نمی کنم و واقعا متاسف میشم وقتی میبینم ناامنی اومده، مردم نمیتونن، مردم عادی که تقصیری هم ندارن نمیتونن از زندگیشون لذت ببرن، ولی واکنش طبیعی رفتار دولت های شما چطور میذارید که بقیه زمین نابود بشه؟ ما به هم ربط داریم، اصلا تقصیر کسی هم نیست، همه دنیا به هم ربط داره، دقیقا مثل اون مثال کشتی. بنابراین روز به روز حالا در ایران که مصداق این تدریس آقای بوجهدی، واقعا من توضیحش میدم، روز به روز ما ببینیم مردم به ورطه نابودی میرن و اصلا روح و روانشون واقعا نابود شده و هیچی براشون نمونده و امیدی ندارن. خب این امید نداشتن خودش یه جور نابودیه. حتما آدم جسمی باشه که حرکت بکنه ولی روحی در بدنش نباشه، امیدی نباشه، زنده نیست. این از وضعیت کشور ما. بقیه کشورها هم که ناامیدی موج میزنه به دلیل همین اخباری که هست، با وجودی که جلوشون میگیرن و نمیذارن درست پخش بشه که چه اتفاقی داره سرشون میاد و سیاست های نادرستی که فقط برای به دست آوردن پول و قدرت طراحی شده و به فکر حفظ منافع انسان ها نبوده، حالا نتیجه صدها سال سیاست نادرست این شده و اعتراض ما به سیاست دقیقا اینه که وقتی شما میایین انسانیت رو زیر پا میذارید، وجدان رو زیر پا میذارید، کار به اینجا میکشه که بعد خودتون و خانوادتون هم باید همینجا زندگی بکنید. ما فقط هم یک قار رو داریم، قار دیگه نداریم. این مثالی هستش که به هر حال میگن انسان‌های اولیه یک باری رو داشتن، توی زندگی میکردن، اگر که آلوده میکردن و آشغالاشون اونجا میرفتن زیاد میشده، نمیشونستن دیگه اونجا زندگی بکنن، ترکش میکردن، یه قار دیگه پیدا میکردن. ولی ما دیگه قاری نداریم که داریم مثل اونها زندگی میکنیم، نابود میکنیم کره زمین رو. دیگه چه کره ای هست در این کهکشان که ما بتونیم درش زندگی کنیم؟ این همه دارید خرج میکنید برای مریخ ولی هنوز نتونستید به جایی برسید، شاید هم هرگز نرسید. به هر حال زمان این رسیده که ما صدای خودمون رو بلند کنیم و بگیم ما نمیگیم به این سیاست بازی ها و به این کارهایی که دارید میکنید علیه بشریت، نه بگیم به در حال تمام اون برنامه ریزی هایی که نمیذاره فرزندان ما و یا فرزندان فرزندان ما بتونن طلوع خورشید زیبای این زمین رو بر از فراز آسمان آبی و زیبای اون ببینن و امیدی ما برای آینده فرزندان خودمون نداریم. برای قسمت بعدی برنامه که معمولا ترک معادلات تکراری هست و برای قسمت نوه دیانت، ما معمولا قسمت های تدریس آقای بوجهدی رو میذاریم. این قسمت از برنامه رو اختصاص دادیم و همچنین برنامه های آینده همین رو ادامه میدیم. به اسناد، بررسی اسناد و مدارک در حال دینی در رابطه با مراسم و مناسک حج، به توجه به اینکه ما نزدیک شدیم به مراسم حج و از سراسر دنیا مسلمانان زیادی خودشون رو آماده می کنن برای سفر به عربستان سعودی و برگزاری مناسک حج تمتع. شجر نامه کعبه گویای وجود مسجدی در مکه است.
در این سنگ نوشته آمده که این یک معبد برای اهالی آن منطقه است. کتاب من لا یحزن الفقی، کتاب حج. روایت میکند از امام صادق، میگوید که سیل آمد و کعبه را خراب کرد. در زیر ستونهای سنگی آن یک سنگ نوشته‌ای پیدا شد، قابل خواندن نبود. گشتند و شخصی رو پیدا کردند که توانست بخواند. نوشته بود هازا بیت الله الحرام به مکه، این خونه خداست تو مکه. ببینید اگر اونطوری که تبلیغ میکنن باشه، باید روی این سنگ نوشته میرشتن هازا بیت الله الحرام فل ارض، ولی محدودش کرد هازا بیت الله الحرام به مکه، یعنی این خونه خداست برای اهالی مکه. کره زمین کجا؟ اهالی مکه کجا؟ بعدم روش نوشته بود که دعا کردن برای اونایی که اینجا میان. تکفل الله عز و جل، خدا کفالت کرد، حایت کرد به رزق اهلی که روزی اهالیشون رو زیاد کنه. من سلاست سبل، سه چیز را در زندگی اونها برکت بده. یکی به گیاهش، یکی به مواد پروتئینیش، و یکم به آبش. مبارکون یا اهل، برکات بیاد اونجا. اللحن و الله و گوشت اگه برکات ماورائیه یه هست، مگه ظاهریه از نظر منطقی بسیار جای خشنیه. آبش هم از دیگون بده، این منظور آب زمزم، آب زمزم مارا نیست. گوشت هم منظور دامداریه، جایی که کبیریه که دامداری نمیکنه. این دست نوشته که پیدا شده مربوط به زمانهای بسی دور که در سیلاب مکه ویران شده بود کعبه، و امام صادق نقل میکند این روایت رو. اگر قرار بشود خانه خدا در یه محل باشد، در همه محلات میزن، همه مناطق کشورها و شهرها مسجدی هست، تخصیصی ندارد که خونه خدا باشه. عمومیت فرض کنید همه مساجد خونه خداست، غیر از اون کلیساها هم خونه خداست. هر جا که خدا رو بخونن اونجا تعلق به خدا داره. کنیسه مال یهودی هست. این مقداری روی این کشفیات باید دقت بیشتری کرد. از چیزهای غیر مهم آدم میرسه به یک سری موارد مهم که سررشته داره در اصول اعتقادی. خدا نگهدار. خب شنیدیم در مورد حج، ولی ببینید ما این روندی رو که شروع کردیم عزیزان
نه به دیانت و نه به سیاست. ما کاری که میکنیم اسناد و مدارکی که آقای بروجردی زحمت کشیدن و سالیان ساله که جمع‌آوری کردن و در تحقیقات خودشون به اینجا رسیدن و اون رو در اختیار علاقه مندان هم قرار میدن و منعکس میکنن رو میاریم اینجا هم در این برنامه میگنجونیم برای کسایی که علاقه دارن و این برنامه رو تعقیب میکنن و میخوان که از اینها آگاه باشن. به هر حال ایشون انتشار هم میدن، تمام اسناد و مدارک رو به صورت تدریس میارن، نسخه خوانی میکنن و اون رو توضیح میدن. ولی این نکته، این به هر حال فعالیتی که ما داریم میکنیم و آقای بوجه داره میکنن، از سوی کسایی که یه تعلق خاصی دارن به دین و حاضر نیستن و تعصب دارن و حاضر نیستن که حقیقت ها رو ببینن، یا بعضی ها که حالا احساس مأموریت یا وظیفه میکنن و هیچ، ولی کسایی که واقعا از نظر قلبی تعلق خاطر نسبت به دین دارن یا بهش اعتیاد پیدا کردن یا بهش تعصب دارن، مدام اعتراض میکنن یا گاهن مثلا توهین میکنن یا حمله میکنن، حالا بماند، در حال واکنش نشون میدن یا قلبشون جریحه دار میشه، میگن که با اعتقاد ما صحبت کردی. اولا که من یه توضیح رو بدم، ما اینجا بارها هم گفتیم آقای بروجردی خودشون از خانواده دینی هستن، اجدادشون اگر شما نگاه کنین شجر نامه ایشون برمیگرده حتی به در حال امامان و شیعه، بعد هم اجدادشون همه روحانی بودن و در حال لباس روحانیت داشتن، در کار دین بودن، خود آقای بوجه تحصیلات دینی داشتن، یک کسی نیستن که الان تازه رسیده باشن و چند تا سند دیده باشن و بیان نتیجه گیری بکنن. سالیان سال ایشون درس خوندن، بعد نزدیک به 35 سال 40 ساله که ایشون دارن تحقیق میکنن، همزمان دارن تدریس میکنن، با شاگردانشون مباحثه میکنن، انتقادها وارد میشه، بررسی میکنن، پاسخ میدن، دنبال میگردن. بابت اعتقاداتشون 11 سال زندان رو کشیدن. ایشون شخصی نیستن که بگیم الان تو صفحه فیسبوک یه پستی رو دیدن حالا میان اعتراض میکنن یا از این برنامه ها. سالیان ساله، این رو فراموش نکنیم. بنابراین خیلی بیشتر از من و شمایی که اصلا فقط به هر حال رفتیم پای منبر کسی نشستیم یا صحبت شنیدیم، ایشون در مورد دین مطالعه دارن. این یه نکته. دوم که ایشون دشمنی و تضادی با هیچ عقیده و مسلکی ندارن، اما در روند تحقیقات خودشون هم آزادی بیان حکم میکنه و هم وظیفه ایشون که محقق هستن و در این رابطه حقایقی رو پیدا میکنن، وظیفه دارن در اختیار همگان قرار بدن، سکوت چند صد ساله یا هزاران ساله رو بشکنن. خیلی هایان قبل از ایشون هم ممکنه به اینها رسیدن، به نوعی یا به گوشه ای از این حقایق رسیدن، یک گوشه ای یادداشت کردن و خیلی کم برای ما مونده، ولی به دلیل همراهی دیانت و سیاست، مخصوصا همکاری سیاست و به خاطر سوء استفاده از دیانت، خیلی از اینها در بایکوت خبری قرار گرفتن، مثل کاری که الان شده و آقای بروجردی در بایکوت هم گفته، یا اینکه از ترس جونشون نتونستن صحبت بکنن یا فعلا نوشتشون هم بینن. و دیگه اینکه اینقدر دسترسی نبوده به منابع در طول صدها سال پیش، من تا آقای بروجردی هزاران هزار نسخه و سند رو بررسی کردن. الان کتابی که ایشون نوشتن دایره المعارف بود بالغ بر 30,000 صفحه سند هستن، بدون اینکه توضیحات اضافه خیلی زیادی بخوام بدن، سندها رو فقط اومدن بازگو کردن که یک دایره المعارف گونه ای شده و تمام حرفایی که میزنن در از بازخوانی این اسناد و مدارکی هستش که از دین اومده و از دل منابع دینی اومده، هیچ کلامی رو خودش نمیاد بگه به این عقیده من هست. ببینید این فرق میکنه تا اینکه من بیام بگم من به اینجا رسیدم عقیده من. ایشون تحقیق کردن، اخبار و اطلاعات دینی رو میخونن. عزیزانی که به شدت وابسته به دین خودتون هستین و اصرار میبردید، بیاید این نکته رو نگاه بکنید. ایشون نمیگه من به اینجا رسیدم و عقیده من هست، ایشون میگه من این اسناد و مدارک رو بررسی کردم، سندها رو برای شما میخونم. شما باید واقعا نگاه بکنید و پاسخ بدید که چرا دین اومده اینو گفته، نه به آقای بروجردی بگید چرا شما اینو میگید. خب اینا داخل دین هست، ما یعنی اونا رو بپوشونیم و نگیم؟ بیاید کمی با هم فکر بکنیم، بشنویم یک قسمتی از حدیثشون رو که کمی هم در رابطه صحبت کردن.
التي حرم الله الا بالها، همه رو بکشید فقط اونایی که خدا گفته نکشید. این الان دست کشتارگران رو در هر تاریخی باز میکنه، میکشه توجیه میکنه. این هم یه نقصه، هی تبصره میزنه، حاشیه میزنه. توجیه میکنه، میگه نه این کشتن من به حق بود. هم علی در جهاد میکشه و اسم کشتارشو حق میذاره، هم ابن ملجم علی رو به حکم قرآن لا حکم الا لله لا لک یا علی میکشه، اونم اسمشو حق میذاره. عجب بلبشوی دین غیبت. وقتی میگم دست سازه، دلائل رو ارائه بده، نگو بروجردی میگه. بروجردی یک سیستم صوتیه، یه بلنگوه، یه چیزی از توش در میاد، بلنگو رو که نمیزنن، که خراب نمیکنن، فوشش نمیدن. اونی که از بلنگو صحبت میکنه رو مورد حمله قرار. خب عزیزان، به پایان قسمت 18 بدون مرز رسیدیم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه و تونسته باشید استفاده بکنید. نشانی ما کماکان borderless@bcrgroup.us هست از توسط این ایمیل، و همچنین شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، توییتر مربوط به آقای بروجردی و رادیو پژواک دوست رو لطفا فالو بکنید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خودتون رو برای ما بفرستید. منتظر در حال واکنش های شما هستید. تا هفته آینده و بدون مرز آینده، بدرود.